خانم هایده، ورود شما به اسرائیل رو تبریک میگیم. روزنامه های اسرائیل خبر ورود شما رو درج کردند. عکسی از شما در روزنامه یدیوت اخرانات منتشر شد و مصاحبه کوتاهی هم باتون به عمل آمد و اطمینان داریم که در این سفر از شما به خوبی استقبال خواهد شد. لطفا بفرمایید که این چندمین بار هست که شما از اسرائیل دیدن میکنید. من دومین باره که به اسرائیل میام. دفعه قبل 10 سال پیش بود، دقیقا در روزهای طلایی خوش گذشته که به اسرائیل آمدم و با استقبال شدید مردم روبرو شدم و امروز در این فتنه، در این دوره از زمان که همه هممیهنان من به نوعی آواره هستند در هر گوشه دنیا، خوشحالم که به اسرائیل میام و آرزو میکنم که بتونم برنامه هایی اینجا بگذارم که برای هممیهنان عزیزم، یهودیان عزیز و همچنین همه اسرائیل برنامه خوبی باشه و با خاطرات خوبی اینجا رو ترک بکنم. من آرزوی صلح و صمیمیت و صفا دارم. در زمان گذشته که آمدم صلح و همه چیز قشنگ گذشته بین ایران و اسرائیل بود و این من رو امروز متاثر میکنه از اینکه چرا باید امروز وطن ما دچار این آشوب و این فتنه شده باشه. چه مدت در اسرائیل میمونید؟ چه برنامه هایی دارید و از کجاها دیدن خواهید کرد؟ من امشب که دارم با رادیو اسرائیل صحبت میکنم، با صدای من حتما در ایران هم میشنوند ملت ایران. باور کنید بوسگلمو گرفته و نمیدونم چجوری باشون صحبت بکنم، ولی آرزو میکنم که هر چی زودتر خودم رو در بین اونها ببینم. این آرزوی من هموطنان عزیز، هر کجای دنیا باشم دلم پیش شماست. امشب اولین برنامه خودم رو در یکی از سالن‌های آژانس که اینجا اجرا میکنم. فکر میکنم در حدود 10 روز در اسرائیل خواهم بود. برنامه های بعدی رو دقیقا نمیدونم، بعدا میتونم بپرسم به اطلاعاتون برسم. خانم هایده، اجازه بفرمید که ازتون بپرسم موسیقی امروز ایران رو، موسیقی بعد از انقلاب رو، موسیقی در آوارگی و در دربدری در خارج از وطن رو، در مقایسه با اون دوران طلایی که ذکر کردید که شما برنامه اجرا میکردید در ایران، چه مقایسه میتونید بکنید؟ همه چیز ما سرنگون شده، ولی ما خیلی امید داریم که دوباره ایران به خودش خیلی فتنه زیاد دیده، ولی این فتنه ای اخیر چیزی بوده که مثل اینکه در گردونه بندازن یک چنگوی رو و بگردونن. خوشبختانه آخرای کار هست. ما تا اونجایی که تونستیم نذاشتیم به فرهنگمون، به ملیتیمون آسیب برسونن. درسته نداشتیم هنرمندایی که اینجا بتونیم کارهای گذشته رو به اجرا در بیاریم، ولی خوشبختانه یکی یکی به هم پیوستند در امریکا و دوباره داریم کارهای اصیل ایران رو ارائه میدیم به مردم. در نتیجه من خودم اصولا آهنگ گلها رو همیشه ترجیح میدم، برای که کارم خوندن آوازهای اصیل ایرانی هست، ولی اقتضای طبیعی مجبور هستم که آهنگهایم که اینجا برام میسازن در صورت که روال کار من نیست، اما از بین سایر آهنگها جدا میکنم و اونها رو میخونم. اما در آتی خیلی نزدیک که برگردم به لس آنجلس، یک گلهایی در قربت دارم که از ساخته های هنرمند خوب ما محمد حیدری است، هم شعر هم آهنگ، و اون گلها رو تقدیم میکنم. خانم هایده، تصور میکنید که موسیقی میتونه در آینده سیاسی و اجتماعی ایران مؤثر واقع بشه؟ و اگر جوابتون مثبت هست، این نقش در چه جهتی ممکنه باشه؟ من فکر میکنم که موسیقی ما روح است برای یک ملتی که همه چیزشون از دست دادن. غذای روحه و ملت با همه ناراحتی هایی که براشون پیش اومده، همه وحشت ها و همه ناراحتی ها رو به خودشون میقبولونن، ولی به موزیک گوش میکنن. اونطور که من فکر میکنم و یقین دارم بهش، اولین کارهایی که ما میکنیم ارائه میدیم در ایران شنیده میشه و این
واقعا احساس ملت ایران هست که با پایداری و قوت خودش باقی است و همیشه از فرهنگ کهنسالش پشتیبانی کرده و موسیقی میتونه امید بده، استوار بکنه ملت ایران رو، خصوصا در این سالهای اخیر با چند ترانه هایی که خود من به شخص اجرا کردم که از وطن و از بردباری به مردم و نشان دادن احساسات مردم و فریاد و فغانشون هست در اون زمینه، در اون سرزمین آشوب و فتنه، ولی به هر صورت همون هاست که این ملت غیور رو هنوز سر پا نگه داشته.